همکارم حسین باستانی اینجا همراه منه. حسین، برای اونایی که کارهای علیرضا رضایی رو دنبال میکردن، با اون طنزش، با اون خنده هاش، مرگش خیلی شوک‌آور بود. چه شد؟ ببینید، اون به شدت وضعیت جسمانیش وخیم بود. خب میدونید که به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی هم خودش عکساشو گذاشته بود. پارسال قلبش رگ‌هاش به شدت گرفت و مجبور شد بستری بشه برای اینکه رگ‌های قلبشو باز بکنن. واقعا وضعیتش لب مرز بود. در 18 سالگی خب بیماری شدیدی گرفته بود که کاملا اونطوری که خودش میگفت ازش قطع امید کرده بودن. نوعی سرطان تشخیص داده شده بوده که به هر حال روی دستگاه گوارشش به شدت تاثیر گذاشته بود. حالا به طرز غیر منتظری خوب میشه، ولی خودش این اواخر معتقد بود که در واقع عوارض اون داره الان بیشتر اذیتش میکنه و تاثیر جدی روش گذاشته. از همه اینا بدتر این بود که به شدت افسرده بود. یعنی به هر حال او هیچ وقت، نمیخوام بگم که از غربت و از در واقع بودن در غربت خوشش نمیمد، متنفر بود. او واقعا داشت در ایران زندگی میکرد، دوست نداشت که نمیتونه برگرده ایران. برای اینکه افسردگی رو کنترل بکنه، خب قرصای ضد افسردگی میخورد، قرصایی که عجیب و غریب نبودن. یعنی به هر حال ممکنه داروخانه ها هم بدن به افراد، ولی در حجم وحشتناکی میخورد. و خب خودش معتقد بود که احتیاج نیست که مثلا برای این مسئله بره بیمارستان بستری بشه. میگفت خودم درستش میکنم. تا همین اواخر هم اینو میگفت که به هر حال این اتفاق نیفتاد. این بحث افسردگی برای برخی ها خیلی سنگین تره و مهم اینه که راجبش حرف زده بشه، در موردش آدم های دیگری هم اگر کسانی رو که راجبشون میبینن راجب افسردگی صحبت بشه. اما خیلی صمیمی بودین با هم، سالیان سال با هم در کنار هم رشد کردین. چطور شخصیتی میدیدیش؟ ببینید، با وجود تمام چیزهایی که در موردش ممکن بود عقاید مختلف داشته باشیم، ولی ویژگی هایی داشت که اون ویژگی ها جذب میکرد فرد رو. اولا میخوام بگم پشیزی براش اهمیت نداشت که جریان ها، گروه ها راجبش چی فکر میکنن. خط قرمزی که داشت این بود که هر آنچه که فکر میکنی میخواد بگه رو به هر لحنی که دلش میخواد بگه. و حتی با جاهایی هم که همکاری میکرد، خط قرمزش این بود که مطلقاً میگفت من مشکلی ندارم با هر جای کار کنم، ولی مطلقاً نباید وارد این عرصه بشن که به من بخوان تعیین تکلیف بکنن. یه طنز پرداز واقعی، یک طنز پرداز واقعی بود و حالا هزینه‌ش هم حاضر بود بده. کما اینکه خب موردی بود که یک کامنت کوچیکی در مورد یکی دو تا از کاراش، یکی از جاهایی که باهاش کار میکرد بهش داده بودن و فوری همکاریش رو قطع کرد. و خب دوستانش اصرار میکردن که خب شما جای جدید رو پیدا بکن، بعد از جای قدیم بیا بیرون. ولی به سرعت این همکاری رو قطع کرد و خب به هر حال فشار اقتصادی سنگینی هم روش اومد. ولی خب اینجور موارد وقتی تصمیم میگرفتی که کسی نمیتونست تصمیمش رو عوض بکنه. یک ویژگی دیگری هم که داشت این بود که او با وجود زبان بسیار تند و گزندهی که در کارهاش داشت، به لحاظ شخصی بسیار محجوب و خجالتی بود. من میتونم اینو شهادت بدم که در طول تمام سالهایی که باهاش در جریان باهاش در تماس بودم، من هرگز حتی یک مثلا جوک مستهجن ازش نشنیدم، حتی یک کلمه دارای بار جنسی ازش نشنیدم. این چیزی بود که ویژگی شخصیش بود، بسیار محجوب و خجالتی بود. خب خیلی از کسایی که کاراشو دنبال میکردن یا رو شبکه‌های اجتماعی دنبالش میکردن، شاهد عشقی که به مادرش داشت بودن دیگه. مامان علی یه علاقه خیلی عجیبی داشت به مادرش که واقعا تو این دوره و زمانه کم ممکنه پیدا بشه. به تمام معنا عاشق مادرش بود و خب در مقابل مادر که خب مادری به شدت مذهبی بود، یک افسر بازنشسته نیروی هوایی بود، مثل پدر علیرضا رضایی که چند سال پیش فوت کرد که او هم افسر بازنشسته نیروی هوایی بود، یک عشق عجیب و غریبی و یک تسلیمی عجیب و غریبی در مقابل مادرش داشت و بسیار محجوب بود. البته وقتی که جلوی دوربین می اومد، وقتی که اجرا می کرد، به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمی کرد. خیلی ها بعد از این که خبر فوتش منتشر شد، شروع کردن از خاطرهاش گفتن. مثلا خیلی ها از اینکه چقدر حواسش به بقیه بود، کمک مالی میخواست بکنه. در این حال خیلی از توییت ها و حرف هاش هم دوباره بازتولید شد، به ویژه یک توییت که در سال 2016 دو سال پیش کرده بود و از برگشت به ایران میگفت. بله دیگه، خب مضمونش خب خیلی تکان دهنده بود. اینکه تهش این بود که همین حالا دارن میبینن بینندگان، البته اون بله. من که مردم جسدم از همون در پشتی فرودگاه ببرید بندازید تو بیابون خدا، جکو جونورا تغذیه کنن خوشحال بشن.
فقط منو ببرید ایران. در واقع داشت با عمق وجودش این رو بیان میکرد که حالا خیلی از حرفای جدیش هم مردم شوخی میگرفتن، طنز تلقی میکردن، که چقدر نمیخواد تو غربت باشه و چقدر دوست داره که در واقع توی ایران باشه. به هر حال خانوادهش تصمیم خواهند گرفت که چه اتفاقی بیفته، جسد به ایران برگرده یا بر نگرده، و اونها هستن که تصمیم نهایی خواهند گرفت، که تا حالا فکر نمی کنم که این تصمیم رو گرفته باشن. ولی خب این معادله دو بخش داره، یکی این که او کجا میخواست باشه و خانوادهش کجا میخوان، یکی اینه که به هر حال اون کسایی که تو ایران تصمیم میگیرن چه تصمیمی بخوان بگیرن. شما دیدید دیگه از دیشب که خبر فوت علیرضا رضایی اومد، فضای شبکه‌های مجازی ایرانی فارسی ترکید. این حجم از واکنش که افرادی با گرایش‌های مختلف نشون دادن، که واقعا آدم احساس می‌کرد افرادی با تفکرات کاملا متفاوت اصطلاحاً جگرشون آتیش گرفته از این داستان. اما یه اقلیتی رو هم شما از اظهار نظرهای هشدار دهنده می‌دیدید که اونها ممکنه اقلیت باشن، ولی همون کسایی هستن که تشخیص میدن تو این خاک کی زندگی بکنه، کی زندگی نکنه، کی خارج شه، کی وارد شه، جنازه کی بیاد، جنازه کی نیاد، و اگر جنازه کسی اومد بهش بی‌احترامی بشه یا نشه. بخش مهمی اونها هستن که اونم تعیین کنندن. طبیعتاً وقتی که بخواد تصمیم گرفته بشه، همه اینها باید در نظر گرفته بشه و نهایتاً خانواده‌اش تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. ممنونم حسین. حسین باستانی، اگر بینندگان نشیدن، به خاطر سابقه دوستی شدید و صمیمانه‌ای که با هم داشتید ما به سراغ تو اومدیم. ممنون حسین.